ببین، این 3-4 تا سیستم صوتی داریم که استانداردامونن. اولیش مونوه که مثلا یه جفت دو تا اسپیکر داشته باشیم، جفتشون دقیقا یک صدا رو پخش میکنن. یه دونه استریوه که صدا میتونه چپ و راست بشه، یا حتی میتونه یه صدایی تو اسپیکر راست باشه که تو چپ نیست و دو کاناله و کاملا جدا از همن. کاری با کانالش نداریم، چیزی که خودمون تجربه میکنیم و دارم میگم. یه صدای سه‌بعدی داریم که صداها رو از این ور اون ور چپ و راست میشنویم. یا یه صدای خیلی سال پیش خیلی معروف شده بود که هدفون میذاشتی و صدای آرایشگاه بود، انگار داره موهاتو کوتاه میکنه و قشنگ حس میکردی که صدای داره میچرخه. و یه اسپیشال آدیو داریم که دیگه دقیقا کلمون رو رصد میکنه ببینه ما کجا رو نگاه میکنیم و مثل دنیای کاملا واقعی این عمل میکنه. اون صدا سه‌بعدیه، باربرشاپ بود اسمش، همچین چیزایی سلمونیه. وقتی داره پس کلت و قیچی میزنه، تو هر وری به چرخین داره پس کلت رو میزنه. ولی تو اسپیشال آدیو این اگه داره پس کلت رو میزنه، سر تو این وری کنی انگار داره این بغل رو میزنه، این رو سرت نیست، محیط اطرافته. اما چجوری اصلا کار میکنه این سیستما؟ گوش ما چجوری میشنوه؟ چجوری میفهمیم که صدا کدوم ور میاد؟ به این سه تا فاکتور هستش که با کمک این سه تا فاکتور ما میتونیم تشخیص بدیم صدا از کدوم ور میاد. مثلا وقتی به این سرعت صوت حدوداً 330 متر در ثانیه است، یعنی هر یک ثانیه 330 متر فاصله رو میتونه بره. حالا وقتی من دستم رو اینجا گرفتم و یه بشکم میزنم، این صدا یه وجب، دو وجب تا گوش راستم فاصله داره و مثلا 3 وجب 4 وجب با گوش چپ هم فاصله داره. خب همون سرعت صوتو در نظر بگیر که اینو پردازششو مغز میکنه و سرعت پردازش مغز خیلی بالاتر از سرعت صوت و حتی نور و این حرف هاست. نور رو شک دارم نمیدونم، ولی خیلی سرعت پردازش مغزمون بالاتر از سرعت صوته. واسه همین میتونه مغز ما ناخودآگاه تشخیص بده که این صدا انقدر میلی ثانیه زودتر به این گوش رسید و بعد به این گوش رسید، پس احتمالا جهت صدا اینوره، اینور 2 وجب فاصله داشت، اونور مثلا 3 وجب. سیستم استریو دقیقا همینجوری کار میکنه، یعنی تا همینجا کار استریو جمع میشه. استریو دوتا میکروفون میذارن اینجوری و صدایی که راست بیا زودتر به این میرسه، از چپ بیا زودتر به این، و اینا داره رو دوتا کانال ضبط میشه و همونو میتونه پخش کنه و همون صدای افقی و تشخیص جهت افقی رو به همون میده، فقط افقی، این راست و چپ. بعد اینکه راست بالاست یا راست پایینه رو صدای استریو اصلا نمیتونه ضبط کنه و پخش کنه، اون میره تو صدای سه‌بعدی. المان دوم برای شنیدن و تشخیص جهت اینه که مثلا یه صدا داره از سمت راست میاد و این صدا مستقیما میره تو گوشمون بدون هیچ مانعی، ولی گوش چپمون چی؟ یه مانعی به اسم کلمون هستش که در واقع سایه صوتی ایجاد میکنه. دقیقا فرض کن داری از اینجا صدایی رو میشنوی، یه دستتو میذاری جلو، یه با همین فاصله میذاری جلوی گوشت، اون صدا عوض میشه. وقتی دستتو برمیداری صدا رو واضح تر میشنوی، وقتی دستت میاد جلوش عوض میشه. حالا کار اون دسته رو خود کلمون میکنه و صدایی که گوش چپمون میشنوه ولومش یه هوا پایین تره و از یه مانع رد میشه تا به گوش چپ میرسه و مغزمون ناخودآگاه اینو میشناسه و از اون گوشی که صدا رو واضح تر داره میشنوه ناخودآگاه میفهمه که صدا احتمالاً از اون بره. به علاوه اون اختلاف فاصله ای هم که تو بحث قبل داشتیم اونم بهش اضافه کنی، با این دوتا سیستم گوشمون خیلی دقیق تر میتونه صدا رو تشخیص بده که کدوم بره. حالا سیستم سه‌بعدی هم تقریبا میشه گفت اینجوری کار میکنه، یعنی هم اون قابلیت استریو رو داره، همین که مولتی چنل رو چند تا کانال میتونه ضبط شه، حالا استاندارد مختلف داره، هم این که تو حالت ضبطش اینم میتونه بازسازی کنه، شبیه سازی کنه که این صدا از اون ور بوده و این گوش یه ذره اون صدا رو با ولوم پایین تر بشنوه نسبت به این گوش. اما این دوتا رو گفتیم، حالا فرض بگیر یه صدا دقیقا از همینجا راست دماغم روبرون بیاد،
یا مثلا با فاصله دو وجب همینو بیا بالای سرم و از بالای سرم با فاصله دو وجب همون صدا بیاد. خب این دیگه الان مانعاش یکسانه، سرعت صوتی یکسانه و مغز ما چطوری میتونه تشخیص بده که این صدا الان روبروه یا بالاه؟ یه سیستم دیگه که مغزمون داره اینه که فرم گوشمون که روبه جلوه، خب یه بیشتر صدا رو از این زاویه میگیره، به علاوه فرم کلمون. یعنی ببین فقط گوشم نیست، وقتی یه صدا بخوره تو پیشونیمون، یه دیدین مثلا دست و بال آدم میشکنه صداشو خودمون یه جور دیگه میشنویم، یه سر آدم میشکنه، یه صدایی که میخوره تو سرمون از طریق استخونامون حتی این صدا منتقل میشه به گوشمون و کلن این شیپ کله چیزیه که مغز یادش گرفته بدون اینکه ما ازش خبر داشته باشیم و ارو شیپ تأثیر صدا روی شیپ صورتمون، سرمون میتونه تشخیص بده که این صدا بالاست یا این صدا جلوه. و این درسته یه ذره ربط داره به شیپ گوشمون، شیپ کلمون و اینا، ولی در نهایت گوشای ما یه جفت میکروفونن، اصل کارو پردازنده مغزمون انجام میده که میتونه بالا و پایین و بالا و روبرو رو با فاصله یکسان دقیقا هم چیز باشه میتونه تشخیص بده که بالا سرمونه یا روبرومونه. پس اصل کار برای تشخیص جهت صدا بار اصلیش روی مغزمونه، مثل پردازنده عمل میکنه، پردازنده فوق‌العاده قوی و سرعت بالا که خیلی دقیق میتونه جهت صدا رو تشخیص بده. حالا برای سیستم اسپیشال آدیو فرض بگیرین همین سیستم هست و حرکتمون رو دنبال میکنه، اینکه اون این سه حالتی که گفتم شبیه سازی میشه، حالا یه بخشش تو بحث تولید صداست، یه بخش بزرگترش تو بحث پردازش صداست که باید این ایرپادی که داریم یه پردازنده فوق‌العاده قوی داشته باشه بتونه در لحظه با چرخش سرمون جهت ها رو تغییر بده. این جهت ها دیگه ثابتن رو محیط اطرافمون و اگه از اینجا یه صدایی میاد وقتی برمیگردیم میفهمه کلمون چرخیده و این صدا دیگه نباید با ما به چرخه. چرا؟ چون دنیای اطرافمون اینجوریه، وقتی ماشین اون ور روشنه داره صدا میده، من روم این ور این وری کنم ماشین یو نمیره اون پشته. تو دنیای واقعی جای صداها، جای منابع صدا ثابته و کله ما این که حرکت میکنیم توی این دنیا و اینو این دقیقا باید پردازش کنه و اصلا سیستمش همینه که رو هدفون ها و هدست هایی این سیستم اسپیشال آدیو هست، حالا نه فقط اپل، رو برنده دیگه هم هست که یه پردازنده فوق‌العاده قوی داشته باشه بتونه در لحظه اینو درست حساب کنه، جدای ژیروسکوپاش که بعد حرکت کلمون رو دنبال کنن و اینا. حالا توی این ایرپاد جدیدم قراره دوربین اینفرارد بیاد برای سال 2026 بوده اگه اشتباه نکنم، که حرکت سرمون رو دقیق‌تر میتونه ترک کنه، دنبال کنه، ولی اون بحث پردازشه ظاهرا نیازی نیست بتونه بخواد قوی تر شه، که البته میشه، ولی خب پردازش صدا طوری که این گوش گین بالاتری بشنوه، این گوش گینش پایین تر باشه، لولش پایین تر باشه، این گوش با سرعت 3 وجبی بشنوه، این گوش با سرعت 4 وجبی، سرعت صوت در ثانیه، مسافتی که صوت توی یک ثانیه، توی 1/100 ثانیه طی میکنه و همه اینا رو محاسبه میکنه زنده و زنده ما واقعا حس میکنیم که توی فضای سه‌بعدی هستیم. یعنی دنیای بیرون و طوری که مغز ما تحلیل میکنه برای ما بازسازی میکنه و تغذیه میکنه مغزمون رو از نظر شنوایی و ما واقعا حس میکنیم که توی دنیای سه‌بعدی هستیم، یعنی توی دنیای واقعی داریم صدا رو میشنویم، سه‌بعد هم نه، توی دنیای واقعی داریم میشنویم و میتونیم صدای بالای سرمون رو روبرومون هم حتی تشخیص بدیم توش، کلامونو میگیریم بالا میاد روبرو. خیلی دنیای جالبیه این دنیای صدا، من که اصلا خسته نمیشم ازش. بعد حالا اینا یه بخشاییه ها، یه سری بحثای دیگه هم داره صدا، یعنی با همین سه تا فایتور جهت رو بفهمیم یه چیزه،
ما حتی با صدا میتونیم بفهمیم که یه چیز با چه سرعتی داره میاد سمتمون. عروس صداش دیدین که آره جاده وای میستین ماشین داره میاد بعد اونور میره صداش بمتر میشه یا اون که داره رد میشه بوغ میزنه، که مثلا به این میگن اثر داپلر، که میتونیم حتی سرعت چیزا رو با گوشامون حدوداً بفهمیم که این داره مثلا با یه سرعت زیادی میاد. یعنی کنار خیابون وایس یه ذره این صدای ماشینا رو گوش کنی و داپلر هم بدونی جریانش چیه، میتونی حدوداً تخمین بزنی که سرعت این تا چه حدی بالاست و وقتی رد میشه میره میشه فهمید حدوداً سرعتش کمه یا زیاده. دقیق نمیشه با گوش اندازه بگیریم عدد بگیم، شاید هم بتونن خیلی ها ولی کار آدم عادی نیست. ولی اینو میخوام بگم که انقدر دنیای صدا دنیای بزرگ و جذابیه که خیلی کارای بیشتری میکنه، خیلی بیشتر از همین داپلر و جهتیابی و این حرفا.